Ben یه مقدار حالا نمیدونم پویان میاد به این مسئله یه مقدار بیشتر بازش فرد بکنه. بحث آگاهی طبقاتی هست، آگاهی مارکسی. من اینجوری قضیه رو میبینم. دلیلش هم که بگم این هست که همه ماها، کسانی که به اصطلاح خودمون رو توی اردوگاه کار میبینیم، قبل از اینکه مسئله مارکسیسم اصلا برامون مطرح باشه، مسئله مارکس برامون مطرح باشه، مسئله جامعه ای که در زندگی میکردیم برامون مسئله بود و چراهایی که مطرح میکرد. چرا فرزن خدمت شما عرض کنم من نون دارم بخورم ولی همسایه من نون نداره بخوره؟ یه سری سوال هایی به این شکل برای ماها از همون دوران نوجوانیمون مطرح بوده به هر رو. حالا این از کجا برمیخیزه شو من نمیتونم به صلاح از نظر روانشناسی اجتماعی شو روانشناس سپس سیم کشم بگم که چرا، ولی بیشتر ماها به صلاح با خوندن کمونیست نشدیم. ما با در زندگیمون اول به یک سری مسائل برخورد کردیم که جوابی براش نبود یا نداشتیم، مجبور شدیم که بریم بشینیم بخونیم و براش جواب پیدا کنیم. و در رابطه با اینکه از نظر طبقاتی به کجا وصل بودیم از نظر اجتماعی و ذهنی، جوابهای مختلفی گرفتیم براش. و این مسئله هست. پس من فکر میکنم که آگاهی آگاهی طبقاتی امری هستی که در عمل اجتماعی به دست میاد، ولی به اصطلاح بحث تفکر مارکسی و کمونیست اساساً بحثی است که ثانویه بر این قرار میگیره که اون هم به وسیله عمل اجتماعی و فراگیری هر دو با هم اینا به اصطلاح انسان‌های مختلف به نتایج مختلفی میرسن. که مثلا من خودمو میگم من کمونیستم. این مسئله هست. بحث دیگه ای که هست این هست که رابطه ای من اینطوری بگم بهتر، رابطه بین سرمایه داری آزاد، اون چیزی که به اصطلاح سمیت مطرح میکنه، و خدمت شما عرض کنم سرمایه دولتی کجاست؟ آیا این مفهومی که من طبق به اصطلاح خونده ها و شنیده ها به دست آوردم آیا صحیح هست یا نیست؟ بحث بر سر این هست، چون یکی از دوستان من دیدم زد توی روم که هرچی انقلاب شده نتیجه نرسید. من میخوام فقط بگم که چون هیچ کدوم از این انقلاب ها انقلاب سوسیالیستی نبوده که به نتیجه برسه و این هم دلیلشه. و دلیل این هست، توی یک سیستم سرمایه‌داری آزاد یا بازار شما یک گروه هیئت مدیره دارید و یک مدیر عامل. کسانی که سهم دارن توی این کمپانی یا شرکت، اینها میان یک هیئت مدیره انتخاب میکنن و هر کی هم به اندازه به سهمی که داره، اگر مثلا یه سهم داره یه دونه رأی داره، اگر 100 تا سهم داره 100 تا رأی داره، حتی اگر یه نفر آدم باشه، اگر 1 میلیون سهم داشته باشه 1 میلیون رأی داره. که اساسا شرکت های سرمایه‌داری کسانی که سهم اساسی دارن انگشت شمارن و همون انگشت شمارا هستن که هیئت مدیره رو انتخاب میکنن. توی اون هیئت مدیره هم چون منافع اون تعداد انگشت شمار رو نمایندگی میکنن، یه مدیر عاملی تعیین میکنن
و تمام تولید و ارزش اضافه در دست اینها قرار میگیره. اینها تعیین میکنن، این هیئت مدیره، آقا جان این تولید چی باشه، کجا باشه، چه مقدار باشه و تمام مسائل دیگه. کسانی که عملا تولید میکنن در این رابطه دخالتی ندارن. این سرمایه‌داری به اصطلاح خصوصی و بازار آزاد. سرمایه‌داری دولتی فرقش با این ها این هست که هیئت مدیره رو دولت تعیین میکنه. شما اون چیزی که در روسیه دیدید و اروپای شرقی دیدید عملا این هست، یعنی سرمایه دولتی، دولت هیئت مدیره تعیین میکنه، کسی که تولید میکنه در امر تقسیم ارزش اضافی که تولید میشه دخالت نداره. شکل تغییر کرده ولی محتوا همون محتواست. البته در سرمایه داری دولتی به اصطلاح سود به شکل مشخص خودش ارزشی به اون شکل نداره، بلکه اون قدرتش هست، قدرت کنترل هست که مسئله هست، نه سود به شکل به اصطلاح پول در امر خودش. ولی در سرمایه‌داری خصوصی مسئله سود هستش که مطرح هست. این مسئله هستش که باید باش نگاه کرد. اون چیزی که ما در اروپای شرقی یا چین یا ویتنام یا هر چیزی که در این یک قرن گذشته ما به عنوان انقلاب اجتماعی ازش یاد میکنیم، اینها همشون به این شکل هیچ رابطه ای با امر طبقه کارگر و کنترل تولید وسیله طبقه نبوده. توی صحبت ها و نوشته های لنین هم حتی هست، تو همون سالهای که برنامه نپو مطرح میکنه که میگه که آقا جان ما الان چیزی که به دست آوردیم یک سرمایه دولتی هست، ولی همین که هست خوبه و میتونه این به اصطلاح با برنامه ریزی صحیح امر طبقه رو پیش ببره، که ما دیدیم عملا نشد. پس مسئله امر کنترل کارگری بعد از هر انقلاب اجتماعی بسیار مهم هست برای پیشبرد امر طبقه کارگر، که من فکر میکنم که حزب نتونه این مطرح رو پیش ببره به شکل مشخص خودش که ما ازش برداشت داریم در حال حاضر. امیدوارم که فویان یک نگاهی مسئله ای که همطور که اول بحثش گفت در رابطه مسئله رابطه حزب، رابطه حزب و طبقه هم توی این قضیه صحبت. تشکر از وقتی که در اختیارم بود. امیدوارم که همیشه خوش و سلامت و سرفراز باشید. میکروفون را شکر از سیاوش عزیز. در ببینین یه مسئله رو من بگم، این که تفاوت گذاشتن بین آگاهی طبقاتی که تک و چگونگی تکوین این آگاهی طبقاتی، یعنی وقتی که ما از مارکسیسم صحبت میکنیم، مارکسیسم در واقع علم مبارزه طبقاتیه، یعنی ما این رو از تکوین آگاهی مبارزه طبقاتی نمیتونیم جدا بکنیم. یعنی آگاهی طبقاتی یه چیزی نیست، مارکسیسم یه چیز دیگه است. مارکسیسم در واقع این پروسه شکل گیری آگاهی طبقاتی رو از نظر تاریخی شروع توضیح میده و در واقع با توضیحی که در رابطه با امر سرمایه میده در واقع شکل گیریه. یعنی وقتی ما صحبت از یک طبقه در خود، یک طبقه برای خود میکنیم، در واقع اون طبقه در خود این
در یک پروسه تاریخی شکل گرفته، در این پروسه تاریخی به عنوان یک ضرورت تاریخی شکل گرفته، ولی این ضرورت تاریخی یک امر دترمینیست نیست. یعنی این ضرورت تاریخی پایان خودش رو به خودی خود نمیتونه انجام بده، باید با عمل کردی، با آگاه. یعنی به نظر من اینجاست که یه سری مارکس رو به دترمینیست بودن در واقع متهم میکنن. گویا این آگاهی که داره شکل میگیره، این آگاهی خود به خود در درون طبقه شکل میگیره و این آگاهی در واقع یک ناشی از یک حرکت ناآگاهانه است. همه بحث من این بود که از اون جایی که این آگاهی در چارچوب جامعه است، یعنی یک سری آگاهی به متشکل شدن، بخشی از این آگاهیه که در اون چارچوب تولید صورت میگیره، ولی این یک آگاهی محدوده. این آگاهی زمانی میتونه فراتر بره که در واقع اون مضمون ماهیت، یعنی اون چیزی که در واقع اصالت انسانی در رابطه با امر تولید برای مصرف هست، رو هم درک بکنه. یعنی درک بکنه که ضرورتی دیگه خودش قادر هست برای خودش تولید بکنه، نیازی به امر سرمایه به عنوان یک واسطه نداره. یعنی این درک یک درک در واقع علمی هست، یه درکی هست که باید به طور علمی بهش برسه. آیا این به این معنیه که میرن همه مارکس رو میخونن، چه میدونم از نظر تئوریک این رو برمی کنن؟ به نظر من اینجور نیست. به نظر من به این صورته که یعنی درون این طبقه در پروسه مبارزه خودشون عناصری به این درک میرسن، عناصری زودتر به این درک میرسن و امر ضرورت مبارزه رو درک میکنن. برای همین نیاز به ساختارهایی دارن که بتونه این امر رو افراد بتونن به صورت منفرد، نمیتونن مسائل خودشون رو بچونن، به صورت اجتماعی یک ساختار اجتماعی رو پیش ببرن. اونجاست که این درک این ضرورت مقابل سرمایه که امر به عنوان یک امر اجتماعی داره عمل میکنه و هژمونی داره و تمرکز داره، نیاز به این تمرکز در مقابل خودش داره. یعنی تمام بحث من این بود که زمانی اقتصاد سیاسی و عواملی که اقتصاد سیاسی رو توضیح میدن به عنوان یک علم، ببین مطرح میشه که این طرف قضیه، یعنی سوژه انقلابی، خودش رو نتونسته باشه سازماندهی بکنه، اون موقع است که اون میتونه در واقع عوامل خودش رو پیاده بکنه و ثابت بکنه از زاویه خودش جامعه سرمایه داری. امروزه ببینید، تا زمانی که این تفکر وجود داره که برای اینکه من به نیازهای خودم برسم نیاز سرمایه وجود داره، این دیدگاه در واقع یک دیدگاه غیر علمیه. اگرچه بخشن یک سری از این روابط رو زیر سوال میبره، ولی کل سیستم رو زیر سوال نمیبره. کل سیستم رو، یعنی فکر میکنه در چارچوب این سیستم در توضیح میتونه به قول معروف به اون نظرگاه خودش برسه. در رابطه با مسئله سرمایه دولتی، به نظر من اگه بخوام اون رو به طور دقیق بهش بررسی یعنی بهش برخورد بکنیم، اینه که تا زمانی که سرمایه وجود داره، تا زمانی که ارزش افزوده ایجاد میشه به هر شکل خودش، یعنی سرمایه ساختارهای مختلف به خودش میگه، یعنی امروزه یعنی سرمایه داری در پروسه تاریخ خودش در یک پروسه سرمایه داران بودن که خودشون به قول معروف در رأس کنترل سرمایه بودن. امروزه این سرمایه داران یه دی رو متخصصین رو به قول معروف استخدام میکنن که از نظر به قول معروف قوانین و تکنیک پیش برد امر سود و کمک میکنن بهشون، اینان که اداره میکنن خودشون به قول معروف دیگه مشخصا به عنوان افراد نیستن. نه اینکه میگم اصلا وجود ندارن، هستن خیلی هاشون، ولی امروزه مثلا شما
شرکت های بزرگ سهامی رو که میبینین، اینا مجموعه ای از سرمایان، یعنی توی این روند این سرمایه ها به صورت یک سرمایه های نه اجتماعی و این سرمایه هایی که در واقع نه توسط بخشی از سرمایه داران بلکه توسط خود منطقه سرمایه اداره میشه، اینا دخالت کردن توی این جریان، توی این رابطه است که خب این فرما عوض میشه. این فرما در شکل دولتی خودش هم میتونه عمل بکنه. کاری که دولت میکنه در واقع ارزش افزوده رو ایجاد میکنه، در توزیع این ارزش افزوده در واقع عوامل دیگه‌ای برای کل منافع حفظ سیستم، یعنی ما باید همواره سیستم رو به عنوان یک ساختار در نظر بگیریم. حفظ این سیستم در چارچوب اون دولت سرمایه دولته که خودش امر مالکیت رو به عهده داره، به صورت دولت سرمایه دار عمل میکنه. حالا این چه تناقضی در خود جامعه سرمایه دار ایجاد میکنه؟ به نظر من تناقضی که مثلا در روسیه ایجاد شد، این تناقضی که به شکلی مانع از حرکت سرمایه دارانه در چین شد، یعنی به شکلی امر رقابت کاهش پیدا میکنه و چون امر رقابت کاهش پیدا میکنه و یکی از ضروریات جامعه سرمایه داری رقابت هست، طبیعتا این سیستم از درون در واقع یا باید خودش رو به بازار وصل بکنه یا در واقع حتی اون ساختار مثل هر سرمایه‌داری که نتونه در واقع اون چارچوب تولید و بازتولید اجتماعی رو سازمان بده به ورشکستگی میشه، این دولت هم به همون صورت نمیتونه در واقع اون وظیفه خودش رو در تولید و بازتولید نشون. دولت روسیه به نظر من دقیقا در همین رابطه بود، یعنی دولت سرمایه‌داری بود که به علت اینکه به عنوان در محاصره جامعه در بازار جامعه سرمایه‌داری قرار داشت و قابلیت رقابت با این جامعه سرمایه‌داری رو در تمام حوزه‌ها نداشت، در نتیجه بدون اینکه به قول معروف سرمایه های خصوصی وجود داشته، اون چیزی که مرسوم در غرب بود طبیعتا جوابگوی اون مسئله هم نبود، در امر تولید حتی نبود که بتونه این حتی هر چند میگن با سنترالیزه یا مثلا مرکزیت برنامه ریزی شده و اینا بود، ولی با این حال این امر نمیتونست کنه. شما تو چین رو هم که مطالعه بکنین دقیقا با همین شکل روبرو شد، یعنی با همین شکل یا باید ما رشدمون رو متوقف بکنیم، البته در چارچوب جامعه سرمایه، یعنی در چارچوب تولید به شیوه سرمایه داری، یا باید به بازار بپیوندیم و پذیرش به بازارشون در واقع نقطه گشایشی بود از نظر رشد مناسبات سرمایه داری توی این جوامع. و اینجور و این رابطه است که به نظر من، یعنی اگر هر شکلی از به قول معروف کنترل سرمایه در شکل دولتی خودش، در شکل خصوصی خودش، روابط تولید رو در جهت شکلگیری ارزش اضافه، یعنی اون اجتماعی، کار اضافه، کار لازم شکل بده، خب این شکلی از سرمایه‌داریه، حالا به شکل دولتی، به شکل خصوصی یا به هر شکل دیگه‌ای که شاید در آینده بخواد شکل بگیره. ولی برای همینه که به نظر من اون چیزی که مهمه و مارکس بهش برخورد میکنه اینه که نقطه در نقطه عزیمت ما کجاست؟ نقطه عزیمت ما دولت نیست، نقطه عزیمت ما طبقه کارگر نیست به طور مشخص، نقطه عزیمت ما در واقع کالاست. اگر این در این جامعه کالا به شیوه سرمایه‌دارانه شکل بگیره، استثمار هم چه بخوایم چه نخوایم در اون شکل میگیره و این اون چیزیه که به نظر من تا حالا وجود داشته و تا حالا یعنی خودش رو در اشکال مختلف باز تولید کرده. با تشکر.
پرواز جان، من امکان داره که میکروفون رو بگیرم صحبت کنم؟ اوکی، ممنون. ممنون از صحبت هایی که شد. راستش رفیق پویان اشاره کرد به اینکه دیگران در بحث صحبت شرکت کنن. من راستش نمیدونم چی رو باید اضافه کنم به صحبت هایی که رفیق پویان کردش. خیلی مفصل و در جزئیات مسئله رو توضیح دادش. منتهاش من فقط دو تا اشاره کوتاه میخوام به مسائلی که مطرح شده بکنم. ببینید دوستان، من فکر میکنم که واقعا کمتر طبقه حاکمی در طول تاریخ، در ادامه صحبت های رفیق پویار من این صحبت رو مطرح میکنم، کمتر طبقه حاکمی در طول تاریخ تونسته این انعطاف پذیری رو که سرمایه داری تو رابطه با حفظ حاکمیتش داشته باشه. سرمایه داری مناسبات خودش رو یعنی تثبیت خودش رو طی یک صده گذشته، طی 100 سال، 120 سال گذشته، نه فقط از طریق در واقع اون ثبات نهادهای اقتصادیش، بلکه به نحو خیلی خیلی گسترده ای از طریق به وجود آوردن و تثبیت نهادهای سیاسیش قدرت خودش رو تثبیت کرده. نهادهای سیاسی، منظور من مثلا فقط یک نهادی مثل نهاد دولت نیستش، منظور من از این هستش که چجور سرمایه داری تونسته مناسبات اجتماعی رو در سطح جهانی برای ادامه و تثبیت قدرت اقتصادی خودش و بازتولید این قدرت به وجود بیاره و رشد بده. بسیاری از نهادهای بین المللی که امروز وجود داره، تنها وظیفه‌ای که دارن اتفاقا همین چیزی که رفیقمون به درستی بهش اشاره کردش، اینه که بتونن این مناسبات رو در سطح روبنایی جامعه تثبیت بکنن و از سوی دیگه یک بستری باشن برای اینکه مبارزات انقلابی منحرف بشن و یک بستر آماده‌ای باشن، یک چارچوب آماده‌ای باشن برای اینکه این مناسبات بتونن خودشون مناسبات انقلابی طبقات پیشرو، طبقه کارگر و تمام نیروهای دموکراتیک وجود دارن، بتونن خودشون رو در چارچوب این سیستمی که بورژوایی به وجود میاره باز تعریف بکنن و جایی برای خودشون پیدا کنن، به جای اینکه آلترناتیو های خودشون رو داشته باشن. این یکی از بزرگترین موفقیت هایی بوده که به نظر من بورژوازی به درستی بنابر اون پتانسیل بسیار بالایی که داشته در طی سده گذشته موفق شده انجام بده. تو هر سطح الان ببینید اصلا نهادهای بین المللی که امروز بورژوازی داره، واقعا این نهادها چجور در سطوح ملی تاثیر میذارن و چطور نهادهای سیاسی در سطوح ملی، در سطح بین المللی تاثیر میذارن. همه اینها یک پتانسیل بسیار بالایی میدن. حالا دوستان اشاره کردن فقط در واقع سطوح آکادمیک پرورش و رشد یک قشری از آکادمیسیان هایی که تنها وظیفه‌ای که دارن توجیه و تبیین این سیستم هستش و از تمام اتفاقات و شکست های تاریخی که وجود داره استفاده میکنن. این یکی از پتانسیل های بسیار بالاییه که بورژوازی بنابر چون آگاه و ضرورت های مبارزه طبقاتی رو به نفع خودش خیلی خوب اتفاقا تشخیص میده تونسته به وجود بیاره. بازتابش چی میشه؟ رفیقمون پویان یک کلمه رو به کار برد، گفت تا اندازه ای. من میخوام بگم که در حد بسیار بالایی، نه تا اندازه ای، موفق بوده که چطور حتی مبارزات
مدعیان مارکسیست رو منحرف بکنه و اساساً این تفکر که تو امروز در جنبش چپ ایران وجود داره که چجور رابطه تئوری و پراتیک اساساً فهمیده نمیشه. تئوری یک چیزی هستش که ما میتونیم کتاب بخونیم بفهمیم، یا کتاب بخونیم یاد بگیریم، حالا نفهمیم نه بفهمیم، کتاب بخونیم و یک سری دانش تئوریک داشته باشیم، ولی در عرصه پراتیک هیچ تعهدی رو وجود نداشته باشه که این که یک مبارزه در واقع مارکسیستی، یک مبارزه طبقاتی پیش برده بشه. یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که امروز جنبش چپ ایران باهاش مواجهه و این اصلا حالا توی صحبت ها رو ما این نوع منطق رو بارها توی این اتاق تکرار کردیم، این یه چیزی نیستش که از آسمون به زمین افتاده باشه، یک چیزی هستش که یک زمینه مادی براش وجود داره، این تفکری هستش که یک زمینه مادی براش وجود داره، مناسبات فرهنگ اخلاقیات بورژوایی و در کنارش اون ساختارهای سیاسی که بورژوازی تونسته در طی 100 سال گذشته به وجود بیاره، بستری هست برای رشد این نوع تفکر در درون جنبش های چپ. و این چیزی هستش که در واقع همون مسئله‌ای که بهش اشاره میشه، چطور میتونه به آلترناتیوی باشه برای آگاهی طبقاتی مارکسیستی. و این چیزی هستش که واقعا بورژوازی موفق بوده، نه تا اندازه‌ای، به نظر من خیلی زیاد اتفاقا موفق بوده. رفیق پویان به یه مثال خیلی جالب اشاره کردش و اون مسئله ونزوئلا هستش، دولت‌های مثل دولت‌های ونزوئلا هستن. من امیدوارم که توی جلسات بعدی که خواهیم داشت به این مثال بیشتر باز بشه و عزیز و بی دیگه باز بشه، مثال دولت هایی مثل دولت ونزوئلا که چطور اینها اصلا هیچ ربطی به مسئله سوسیالیسم و یا دولت یا حاکمیتی که به سوی سوسیالیسم باشه یا دولتی که بوی از سوسیالیسم برده باشه ندارن، یعنی یک چارچوب حکومتی که بوی از سوسیالیسم برده باشه ندارن. من به این امیدوارم که در برنامه های آینده این مسئله باز بشه، ولی چیزی رو که من میخوام از همه این صحبت ها بهش اشاره بکنم این هستش که همه این صحبت هایی که ما اینجا میکنیم کاملا درست از نظر تئوریک، اگر که نتونه به یک نتیجه گیری سیاسی مشخص منجر بشه در سطوح آکادمیک باقی میمونه که اگر نه بهترش رو واقعا در حد و کیفیت بسیار بالاییش رو خود بورژوازی داره. میبینیم تو سطوح آکادمیک چه بحث‌های بالا و با کیفیتی میشه. منظور من هم از این نتیجه گیری های سیاسی نیستش که در یه جلسه یا دو جلسه این نتیجه گیری های سیاسی حاصل بشه، بلکه منظور من این هستش که ما با چشمنداز به این مسائل نگاه کنیم و این رو ببینیم که هدف از تمام این بحث های سیاسی راه حل ها و آلترناتیو های سیاسی مشخص مبارزاتی طبقات زحمتکش، طبقه کارگر و متحدانش هستش. این رو ما در چشماندازی که برای تمام این بحث های آکادمیک که به درستی خوشبختانه من واقعا خوشحالم که این بحث ها با این کیفیت و در جهت درستی صورت میگیره امروز، اگرچه محدوده ولی وجود داره، ولی در این حال ما نباید این چشماندازمون رو از دست بدیم که یا نادیدش بگیریم یا کمرنگش بدینیم که این بحث های درست آکادمیک باید راهگشایی باشند برای اینکه به نتیجه گیری های مشخص سیاسی برسیم. بعضا رفیقمون پویان به این مسئله تا حدود اشاره کرد، مسئله حزب و سازماندهی سیاسی طبقه کارگر هستش که باید یکی از نگرانی های ما باشه و باید مسئله باشه که همواره پیش چشممون داشته باشیم وقتی که به بحث های بسیار با کیفیت، حتی با کیفیت بالای سیاسی میپردازیم. ممنون از اینکه به من فرصت دادین صحبت کنم. باز با تشکر از ادمینای اتاق و با تشکر از رفیق پویان عزیز به خاطر بحثی که مطرح کردش، من میکرو رها میکنم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون مرسای عزیز. دوستان خسته نباشید مرسا جان، خیلی ممنون. امیدوارم که همونطوری که شما گفتین بتونیم این بحثا رو کاملتر انجام بدیم، دقیقتر. متشکرم. اونجا من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، حالا وقت خوبی اگر دوستان مایل هستن در بحث شرکت کنن و هرچه نظرات بیشتر و متفاوتی رو بشنویم شاید بحثمون بتونه کامل تر باشه. مرسی. پویان جان بفرمید. صدا با تشکر از مرسای عزیز. دقیقا مسئله رو که گفتم من قبول دارم، یعنی امروزه که دارم میگم حداقل در 20 سال اخیر، اینی که دارم میگم در رابطه با امر ساختارهای اجتماعی، که این ساختارهای اجتماعی به قول معروف در خدمت به یک ضرورت، حالا چه از طرف جامعه سرمایه‌داری باشه چه از طرف در واقع نیروی کار بشه، باید شکل بگیره. ولی این جامعه سرمایه‌داری از اونجایی که آگاهی خودش رو، آگاهی در خدمت به سرمایه رو از یک عینیت ملموس میبینه، طبیعتاً و خب ابزار این ساختارها رو هم میتونه فراهم بکنه، خب خیلی زودتر به اینا برخورد میکنه. یعنی زمانی که این NGO ها شکل گرفتن، یعنی زمانی که سرمایه‌داری با ساختارهای نوین خودش، به نظر من یعنی زمانی که پا به عرصه گلوبالیزیشن میذاره، طبیعتاً اشکال گذشته براش کارساز نیست. یعنی وقتی که ما به پروسه شکلگیری این NGO ها میپردازیم، میبینیم که این NGO ها در واقع بخش عمده ایشون، حالا یه بخششون سازمان یافته از طریق ارگان های دولتی هستن، ولی یه بخش عمده ایشون هم در واقع از همین آگاهی حاصله در مناسبات سرمایه‌داری شکل گرفتن، با ایده های آزادی، عدالت اجتماعی شکل گرفتن و اینا در واقع منابع اصلی تغذیه میشن برای جامعه. اینا دیگه دولت نیستن، بخشن کسایی هستن که در اینا فعالیت میکنن، حالا از زوایای مختلف. یعنی این رو از اون زاویه میگم که این ضرورت رو جامعه سرمایه‌داری، عینیت این ضرورت رو در واقع در رابطه با حیات سرمایه به عنوان عینیت همواره قابلیت این رو داره که شکل بده و به پیش ببره. در مقابلش این عوامل در مقابل به نظر من در یک، یعنی اگر قبول بکنیم که در پروسه بحران‌های سرمایه‌داری هست که این شرایط برای نیروی کار ایجاد میشه، یعنی در زمان بحران‌ها هست که کنترلی که از نظر ایدئولوژی، کنترلی که از نظر امر تولید، یعنی وقتی که امر تولید نمیتونه باز تولید خودش رو بکنه، اون روزنه اجتماعی رو ایجاد میکنه که این روزنه اجتماعی در واقع منبعی است برای آگاهی و این روزنه اجتماعی خب طبیعتاً اگر عواملی وجود نداشته باشه که از این روزنه اجتماعی استفاده بکنه، خب این روزنه اجتماعی به هدر میره. به نظر من این شرایط در بحران‌های اخیر شکل گرفته، در صورتی که از نظر، یعنی با از تاریخی که بررسی میکنیم میبینیم در گذشته از این روزنه ها در واقع استفاده شده. یعنی شما انقلاب روسیه رو ببینید، دقیقا در این روزنه، در اون بحران موجود هست که این فرم جدید، این شکل جدید از مبارزه شکل میگیره و مثلا کسب قدرت سیاسی در این کشور اون کشور مطرح میشه. توی این رابطه است که به نظر من، یعنی تفاوت این دو با این با همینه که در اون زمان اون آگاهی که به نظر من در تطابق با امر تاریخ هست،
در رابطه با ساختارهای اجتماعی عمل میکنه. این یه امر مطلق نیست ولی در یک مجموعه است که میتونه یک تحول تاریخی رو هم شکل بده. حالا این تحول تاریخی چقدر کم و کاست داره، چقدر ولنده در اون جهت امر تاریخی هست یا نه، به نظر من اون تعیین کننده نیست، ولی اینکه این تحول در اون شکل خودش انجام میشه، خب این در واقع یک دستاورد بزرگه. یعنی این رو به عنوان یک امر تاریخی بهش نگاه کردن. امروزه به نظر من، یعنی با بحرانی که سرمایه داری داره و عواملی که در حال رشد برای سرمایه داری، یعنی بحرانی که در حال رشد، ما در مقابل این واقعیتیه که به نظر من ما باش روبرو هستیم. جنبش طبقه کارگر از این عامل، یعنی این عامل بحران که روزنه ایجاد کرده، نمیتونه استفاده بکنه. یعنی اون چیزی که به نظر من رابطه تئوریک و عمل هست امروزه وجود نداره. اون چیزی که حالا مثلا در جوامع مختلف متفاوته، یعنی همه به یک شکل عمل نمیکنن. در جامعه ایران، در جامعه ایران اصولا اون چیزی که به نظر من، یعنی جدایی که بین تئوری و عمل وجود داره، تئوری مارکسیستی و عمل وجود داره، این کمبها دادن به این تئوری، تئوری نه به عنوان یک سری چه می‌دونم دانسته‌ها، کتاب‌ها و اینا، این تئوری، اینکه این تئوری رو امروزه چگونه ازش استفاده کنیم، نه اینکه چه می‌دونم انقلاب روسیه رو، چین رو کپی بکنیم، بلکه اینکه امروزه از این تئوری در این شرایط چگونه استفاده کرد، این رابطه به نظر من نیست. یعنی این فقدان این رابطه است که این جدایی رو هم به وجود میاره. این جدایی خب طبیعتاً چه کسی ازش سود میبره؟ دقیقاً بورژوازی ازش سود میبره، دقیقاً حاکمیت جمهوری اسلامی ازش سود میبره، دقیقاً در اون چارچوب برای حاکمیت عمل میکنه، دقیقاً از سوش مثلا چه میدونم جنبش سبز بیرون میزنه. ولی این شرایط هست، یعنی این شرایط که نمیتونه این دو رو در هم ادغام بکنه، و این خب خودش نیاز به یک کوشش مداوم داره، نیاز به یک بازبینی خیلی عمیق داره نسبت به هم شرایط گذشته و هم تحولی که در حال صورت گیری. یعنی هم باید این شرایط رو شناخت، هم باید به قول معروف اسطوره‌گرایی نکرد، هم باید چپ خودش رو نقد بکنه. به نظر من این مسئله یکی از مسائل اصلی هست که به عنوان یک نقطه عزیمت شکل بگیره. اگر در یک سری جوامع، رفیق مرسد در رابطه با مسئله ونزوئلا گفتن، اینا به نظر من یه مقدار بیشتر باید اینو بررسی کنیم. منم قبول ندارم که اینا مثلا به قول معروف نشانی از سوسیالیست دارن اینا، ولی یه عده‌ای گفتم مثلا مزاروش از کسانی است که از این دفاع میکنه، یه کتاب حتی در این رابطه نوشته اخیرا. به نظر من بررسی اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه، یعنی با یک نگاه باز به اینا نگاه کردن. لزوما قبول یا به قول من رو پذیرش اینا نیست، ولی به هر حال مسائلی که امروزه در یونان داره صورت میگیره، میتونه آدم به قول معروف خط بطلان روش بکشه یا یک موضع منفعل داشته باشه، ولی خب بررسی این که این تحولات رو بررسی کردن و انعکاس اجتماعیش رو دیدن به نظر من ضرورت داره. حالا شاید آگاهی ما اونقدر نباشه که بتونیم اینا رو همه جانبه بررسی بکنیم اینا، ولی خب کسایی که این کار رو کردن به نظر من در واقع مرور کردن اینا و بررسی کردن اینا و تغییر تر. من تو مثلا راجع به ونزوئلا یه سری مطالعه کردم و مثلا بحثای مزاروش هم این مقدار مطالعه کردم. اینا اصولا با تئوری مزاروش
جور میاد. مزارش معتقد هست که این امروزه در واقع کسب قدرت سیاسی مسئله نیست، یعنی اصولا مطرح میکنه که به شکلی کاخ زمستانی رو نباید تسخیر کرد، ولی نه تنها اون، خیلی کسای دیگه هم این مسئله رو مطرح میکنن. باید ساختارهای اجتماعی رو به وجود بود که کنترل سرمایه رو کاهش داد در این رابطه، و دقیقا هم میگه، یعنی از اون طرف هم مطرح میکنه که باید مثلا منطقه سرمایه رو زیر سوال بود، یعنی خودش اون بحث رو قبل از این حتی باز میکنه که تا زمانی که، یعنی نقدش به انقلاب روسیه رو مطرح میکنه، میگه چون اینا در واقع منطق سرمایه، منطق استثمار رو هیچ وقت زیر سوال نبردن، تقسیم کار اجتماعی رو زیر سوال نبردن، در واقع به شکست انجام میده. با وجه به این، به این مسئله دفاع میکنه از این، و این ساختارها رو در واقع ازشون این تاییدشون میکنه. به نظر من به هر حال بررسی اینا چیز بدی نیست، هرچند من با مثلا اون آگاهی که خودم دارم فکر نمیکنم که اینا بتونن آنچون تحولی رو ایجاد بکنن، بتونن اون چیزی که تحت ما بهش معتقد هستیم بتونه اون ساختار رو به وجود بیاره، میتونه اونا رو تعدیل کنه، میتونه به شکلی در توزیع اجتماعی شرکت کنه، که بازم میگم یک مضمون و محتوای سوسیال دموکراسی داره، ولی به هر حال راه حل های مختلفی رو دارن مطرح میکنن که اینا قابل بررسی و قابل اینه که حداقل بهشون توجه بشه، و به نظر من از این طریق هست که در واقع راه حل ها میتونن در مقابل هم قرار بگیرن، در مساف با هم هستن که میتونن صیقل پیدا بکنن. به نظر من شناخت مارکس دوباره خوندن کپیتال نیست، شناخت مارکس به نظر من تئوری مارکس در توضیح مسائل نوینه، مسائلی که امروزه شکل گرفته، در جهان گلوبالیزیشن شکل گرفته، چگونه اینا رو توضیح میده و چگونه راه حل رو پیشنهاد میکنه، به نظر من اون در واقع بازگشت به مارکسه، نه اینکه به قول معروف چهار تا کد از مارکس دوباره بخونیم. این اون چیزیه که من فکر میکنم، یعنی اگه توی این زمینه بیشتر بتونیم کار بکنیم، حالا چپ ایران به نظر من خودش اشکالات عدیده دیگه ای هم داره، چپ ایران خیلی به قول معروف سنتگراست، خیلی بخشش میگم نه همش، ولی اون چیزی که به صورت سازمانی وجود داره خیلی اسطوره‌گراست، یعنی حاضر نیست از یه سری حتی نقدی که اون مبانی فکری خودش رو زیر سوال میبره، حتی و فکر میکنه که در واقع ماهیتش در اون نهفته است، به همین دلیل کجدار و مریض به اون برخورد میکنه. یه سری خب طبیعتا با دید روشنتری به مسئله برخورد میکنه، یه سری هم نه، به همون شکل گذشته ارتدوکس خودش مطرح میکنن، و خب اینا به نظر من خودشون بخشی از مسئله میشن، نه بخشی از حل مسئله، و این خودش یکی از معضلاتیه که امروز ما باش مواجه هستیم، مسئله تئوری و پراتیک و کم بها دادن به مسئله تئوری از طرف بخشی از چپ ایران دقیقا بازگوی این شرایطه. با تشکر. خیلی ممنونم پویان جان، خسته نباشین. دوستان همه اگر مایل هستین، دوستی هست که مایل هست در این زمینه صحبت کنه، حالا وقت خوبیه اگر مایل هستین نوبت بگیرین، یا اگر موضوعی هست که میخواین مطرح کنین به هر حال، یا مطالب تکمیلی، یا اگر سوالی هست حتما میتونین این کار رو انجام بدین. به هر حال میکروفون آزاد هست و اگر مایل هستین
میتونین میکروفون رو بگیرین و صحبت کنین. من فقط اینجا باز تذکر میدم که ما سعی میکنیم که بحثایی که فکر میکنیم جالب هست اینجا بتونیم کمک کنیم که ارائه بشه. اگر شما مطلبی هست که مایلین ارائه بدین یا دوستانی رو میشناسین که مایل هستن و میخوان که بحثی رو ارائه بدن، با کمال میل میتونیم این کار رو انجام بدیم. و یا اینکه مثل دوران گذشته یه موضوعی رو انتخاب کنیم بدون اینکه راجبش مطلبی خونده باشیم، بیایم اینجا بحث کلی انجام بدیم. ولی فکر میکنیم که ما خوبه که دوستان بدونن موضوع رو و مطلب رو با کمی آگاهی بیشتر ارائه بدن. به هر حال ما هفته آینده بحث نخواهیم داشت و بعد از اون روز 11 جولای همطور که خدمتون گفتم بحثی در رابطه با دادخواهی، سیستم حقوقی آلترناتیو و فلسفه حقوقی اومانیزم در اندیشه مارکس با کاملیا اخباری بحث خواهیم داشت. Southern trees, they are a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit. Hanging from the poplar tree. Pastoral saint of the gallant south. Bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fair, and the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the a strange
خب سلامی تازه خدمت همه دوستان. دو تا چیز که من توضیح بدم، یکی در رابطه با اون موسیقی قبلی. یک شهری است در ایالت نیویورک اینجا به نام بافالو، یکی از دکترهایی که در کلینیک های بهداشت زنان کار میکنه اونجا از پشت پنجره خونش سر میز شام یک گلوله از پشت پنجره میزنن جلوی همسر و فرزندانش و میکشنش. و خانم دفرانکو این قضیه رو ربطش میده به بیرمنگم که با یک گلوله مارتین لوتر کینگ رو میکشن. این دوتا رو به هم ارتباط میده و این داستان رو برای ما میکن. در رابطه با قطعه که شنیدید، من و این قطعه بیلی هالیدی اساسا این قطعه رو خونده دست اولین بار و بعد خدمت شما عرض کنم نینا سیمون. داستان این هستش که داستان لینچ هست. لینچ هم معنیش این هستش که به صلاح به دار زدن و در این حال سوزاندن جسدها سیاهان در جنوب آمریکا، جنوب شرقی آمریکا، و به عنوان میوه ناجور که آویزون هست بر درخت ها از این صحبت میکنه. و میگن که خانم بلی هالیدی هر وقت این قطعه رو میخونده بعدش حالت تهوع بهش دست میداده و حالش به هم میخورده. و این قطعه دوبار که به اجرا شده به راستی بخصوصا تو این دوران اخیر که مسئله سیاهان دو مرتبه مطرح شده در ایالات متحده، اگر خبرش داشته باشید حدود 10 روز گذشته خدمت شما عرض کنم 9 نفر رو توی یک کلیسا، یک اصطلاح دست راستی سفید، اینا رو اینجا میکشه. و خدمت شما عرض کنم و این قطعه دو مرتبه زنده شد و به وسیله این دو نفر، یکی گروهی هستن به نام خدمت شما عرض شود جو و خدمت شما عرض شود رو همیشه فراموش میکنم، یه گروهی هستن که یه خانم آقای هستن و هر رو و قطعاتشون هم عموما قطعات اعتراضی هست و این قطعه رو دو مرتبه اجرا کردن و با موسیقی جدید. و هر رو تشکر از وقتی که در اختیارم بود و آرزوی سلامتی و سرفرازی برای همه و میکروفون رها. خیلی ممنون سیاوش جان از این موسیقی های ارزنده که واقعا مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه. تشکر از سیاوش عزیز برای موسیقی قشنگ گذاشتن. من در خاتمه بس چند تا مسئله رو میگم. یکی اصولا رابطه ای که من سعی کردم بگم بین ساختارهای اجتماعی و اون چیزی که ضرورت این ساختار اجتماعی رو از نظر تاریخی در واقع به وجود میاره، این یک امر در واقع ضرور، یعنی به عنوان یک ضرورت به هم وابسته شکل میگیره. یعنی ساختارهای اجتماعی در رابطه با یک ضرورت تاریخی شکل میگیرن و این شناخت این ضرورت تاریخی یکی از نقاط کلیدی این مسئله است که چه ساختارهای اجتماعی در رابطه با این ضرورت لازمه.
شاید توی هفته های آینده بیشتر بتونیم روی این مسئله، یعنی اینم از این زاویه میگم که دیدگاه های مختلفی در این رابطه وجوده، دیدگاه هایی که عمدتا گفتم مسئله کسب قدرت سیاسی رو به شکل انقلاب روسیه در واقع ارجحیت این شکل رو کنار گذاشتن، بحث‌های خاص خودشون رو میکنن و این رابطه رو در رابطه با امر آگاهی و تغییر این شرایطی که از خود بیگانگی به وجود آورده توضیح میدن که به نظر من قابل بررسیه، یعنی اینا رو یه مقدار بتونیم بیشتر باز بکنیم. و من خودم طبیعتاً شکل مبارزه سیاسی برام ملموستره، برام قابل، یعنی در انطباق با اون چیزایی که میدونم برام قابل توضیح تره تا این بحثی که میشه اینا. ولی به هر حال به نظر من بررسی اینا میتونه یک نقطه، یعنی یک سری مسائلی رو بیشتر روشن بکنه و به شکل دوگماتیسم هم بهش برخورد نکنیم، یعنی میگم با تمام اون چیزهای ذهنی که داریم در واقع اینا رو بتونیم در واقع در یک بعد وسیع بررسی بکنیم. فقط یه مسئله دیگر میخواستم بگم در رابطه با همین بحثی که امروز کردیم، مسئله که سیاوش عزیز در رابطه با این در واقع کشداری که توی ساوت کارولینا، کارولینا جنوبی انجام شد، بگم اینه که کارولینا جنوبی از استیت هاییه که در واقع اون مسئله تبعیض نژادی توش خیلی از قدیم، یعنی از جنگ داخلی وجود داشته، فارم های پنبه هنوز اون بقایای به قول معروف ساختموناش هست و پلانتیشن ها هنوز توی چارستون اینا هستن و تفکری هم که در واقع غالب از نظر سیاسی تعیین کننده است توی این استیت، تفکریه که از این رابطه دفاع میکنه. ولی میگم بر حسب، یعنی الان در پروسه انتخابات، یعنی انتخابات میخواد شکل بگیره و جهتگیری مواضع سیاسی با وقایعی که روزمره انجام میشه انجام میشه. یعنی شما امروزه بخشی از راست ترین بخش هیئت حاکمه یا حتی جناح بندی های درون هیئت حاکمه رو میبینیم که به شکلی منافع خودشون رو در انتخابات جدید در رابطه با به قول معروف مسئله پرچمی که نمایندگی میکنه، همون چیز چی میگن تبعیض نژادی، رو مخالفش میشن. یعنی یک شبه به قول معروف همه مخالف این مسئله میشن، مسئله ای که اگه از نظر، یعنی توی 10-15 سال گذشته بررسی بکنید یا بی تفاوت بودن یا ازش دفاع میکردن و امروزه به یک جریان دیگه ای تبدیل میشه. و این دقیقا اون چیزیه که به نظر من امروزه بورژوازی بر حسب منافع مشخص خودش روزانه مسائلش رو تعیین میکنه. پراگماتیسمی که در تفکر بورژوازی وجود داره امروزه به علت ضعف خاص خودش، یعنی در گذشته هیچ وقت اینجور نبود که اینا یک نظرگاهی داشتن، حاضر بودن جنگ داخلی بکنن، ولی امروزه یک شبه از این به قول معروف پایین میان و این اون چیزی است که به عنوان یک پدیده که سرمایه‌داری، یعنی شکست این تفکر، شکست این شیوه، شکست این هست که انعکاس خودش رو در این شکل سیاسی خودش هم نشون میده. یعنی به نوعی مسئله تعمیق مردم، تعمیق تفکر مردم از هر طریقی باید انجام بشه که بتونه این سیستم رو حفظ بکنه. از یک پدیده ای که به قول معروف میتونست فقط یک عمله به قول خودشون
تروریسم باشه به یک پدیده سیاسی تبدیل بشه که هر طرف سعی کنن از این استفاده بکنن. هم آقای اوباما باید بیاد اونجا صحبت بکنه، هم به قول معروف فرماندار اون ایالتی خانوم خیلی دست راستی هست اولی کسی باشه که بیاد و مسئله پایین آوردن پرچم رو مطرح بکنه. با تشکر. خب خیلی ممنونم، مرسی پویان عزیز از صحبتاتون. دوستان همگی خیلی خوش آمدین و اینکه آخرای بحث هست، یعنی دیگه بحث تموم شده. من ضمن اعلام برنامه بعدی ما که روز 11 جولای هست، ژوئیه، دادخواهی سیستم حقوقی آلترناتیو و فلسفه حقوق اومانیزم در اندیشه مارکس که با دوستمون کاملیا اخباری هست